دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. آقای جیمز برادلی یک تاریخ نویس آمریکایی هست، بسیار مشهور، محقق و تاریخ نویس. اخیراً من یک ویدیو از ایشون دیدم که در یه جا سخنرانی میکرد و توجه منو به خودش جلب کرد. با تمام آدم هرچی اطلاعاتش بیشتر میشه تازه میفهمه که چی نمیدونه. من تا همین اخیراً واقعا نمیدونستم که پدر روزولت، پرزیدنت روزولت معروف آمریکا، پرزیدنت دلانو روزولت، نمیدونستم که پدر بزرگش قاچاقچی تریاک در چین بودن، از کسانی بودن که چین رو به مواد مخدر. یعنی الان وقتی ما امروز میبینیم که این آقای بایدن پرزیدنت امروز داره با چین مخالفت میکنه و کشتی‌های آمریکایی در آب‌های اونجا دارن توطئه‌گری میکنن و این همه ضد چین دارن کار میکنن رسانه هاشون، و قبل از این آقای ترامپ بوده که علیه چین چقدر سیاه نمایی میکرده و چقدر علیه چین بوده، نمیدونم براشون سانکشن میذاشته، نمیدونم میخواستش معاملات تجارتی رو قطع بکنه، و قبل از اون اوباما و و و. اینا چیز جدید نیست، اینا از قدیم الایام میخواستن چین رو نابود بکنن، داغون کنن. هر کشوری که اصالت داره و واقعیه اینا باهاش دشمنن، چون خودشون واقعی نیستن، کشور نیستن. آمریکا کشور نیست، آمریکا یک بازار مکاره امپراتوری انگلیسه. بارها من اینو گفتم. حالا برای اپروو من از تاریخ نویس خودشون برای شما میگم، میگه برای من شگفت‌انگیز است که وقتی نام فرانکلین دلانو روزولت، پرزیدنت محبوب تمام دوران آمریکا رو میشنوم فوری به چین فکر نکنم. میگه مادر فرانکلین روزولت، دلانوشو بذاریم کنار، الان دلانو از پدر بزرگ، اسم پدر بزرگش وارن دلانو بوده. مادر روزولت، مادر روزولت تمام مخارج روزولت رو میداده، چون پدرش مرد ثروتمندی بود، اومده بود اینجا از همون ثروت قاچاق و اینا. آقای روزولت تا اون موقع که به اصطلاح مهم نشده بود، وارد سیاست و اینا نشده بود و اینا، یک کارمند ساده مثل همه آدمای معمولی بود. اما فرقش با آدمای معمولی این بود که یه خونه تو نیویورک داشت، یک دونه خونه ویلایی در ایالت مین داشت و یک کشتی تفریحی هم روی آبها داشت که هر وقت دلش بخواد بره تو کشتی تفریحی رو بره چپ کنه. پس کارمند معمولی به اون صورت نبود. مادرش هم در چین در یک منشن بزرگ، یعنی در یک از این سراهای بزرگ، خانه های بزرگی که خدمه و حشمه و اینا داره و خانه مثل کاختوری مثلا اونجا زندگی میکرده. وارن دلانو یعنی پدر بزرگ فرانکلین یک آمریکایی بود که پادشاه تریاک بهش میگفتن، میگفتن بهش پادشاه تریاک در چین. او بزرگترین فروشنده تریاک در چین بود. آقای جیمز برادلی این را تشبیه میکنه به کالی کارتر که کوکائین رو به آمریکا از کولومبیا می آورد اینجا، که بالاخره آمریکایی‌ها اونو پرزیدنتش کردن. ببینید چه مقایسه جالبی که اونجا اینا تریاک می‌بردن اونجا، بعد بالاخره اینجا پرزیدنتش کردن. امپراتوری انگلیس
امپراتوری انگلیس، همونم امپراتوری انگلیس، اینم امپراتوری انگلیس، یکی رو که باباش اونجا قاچاق تریاک میکرده اینجا پرزیدنت میکنن، یکی همون کسی که قاچاق تریاک از کولومبیا به آمریکا میکنه اینو پرزیدنت کولومبیا میکنن. جالبه ها. بر صورت خود پرزیدنت شدیداً تحت کنترل خرج بدهش بود، یعنی مادرش سارا دلانو. پس بنابراین آقای جیمز برادلی میگه ما نباید چین رو محکومشون کنیم، باید ما بگیم که در واقع چینیا ما رو به عنوان جنایتکار میبینن که در کشورشون این همه جنایت ما کردیم، یعنی تریاک بردیم اونجا، مردم اونجا رو به تریاک به مواد مخدر آلوده کردیم و سالیانه میلیون ها آدم اونجا کشته میشده. خب وقتی تریاک و مواد مخدر و اینا باشه قاعدتا چیزای دیگه هم، مفاسد دیگه هم اونجا رشد میکنه، مثل فحشا، مثل گرسنگی، فقر، همه این چیزا به دنبالش هستش دیگه. آقای برادلی میگن که حالا شما رفتی و گشتی مثلا یه چیزای منفی تاریخی رو پیدا کردی میخوای بگی، میخواد بگی که نه اینطوری نیست، فقط این اونجا قاچاق تریاک اثراتش در چین نبوده، در خود همین آمریکا. میگه دانشگاه معروف ییل، میگه توش یه معبدی هست که همین مرکز اسکولنبون، یعنی جمجمه و استخون که یک چیز میسنری یا چه میدونم از همین چیزای توطئه‌گرانی که علیه دنیا توطئه میکنن، مثل پرزیدنت بوش سابق، ایشون از اعضای همین اسکولنبون بوده و میگه که بنیان اونجا رو در همون معبدش الان امروز ببینین که قاچاقچی های تریاک بنیاد راسل اونجا رو درست کرده و زمین اونجا رو اصلا بنیاد راسل خریده بوده، به دانشگاه داده بوده و دانشگاه پرینستون رو در چین همین قاچاقچی های تریاک اونجا درست کردن. عاشق چشم ابروی چینی ها بودن، براشون دانشگاه درست کردن. بله داستان اینجوریه دیگه. به هر جهت آقای وارن دلانو، پدر بزرگ آقای فرانکلین روزولت، وقتی با یه ثروت هنگ کنگی که از قاچاق تریاک به دست آورده با آمریکا برمیگرده، اولین کارخانجات لوول در ماساچوستس با پول تریاک بنا میشه، اولین راه آهن سواحل شرقی آمریکا با پول تریاک بنا میشه. راجع به یک فیلسوف و به اصطلاح ماوراگرای معروف آمریکایی، رالف والدو امرسون، ماوراگرای معروف آمریکایی، خیلی معروفه در آمریکا، میگه اگر این آدم مثل دیگران که میرن کار بکنن، اگر میخواست سرش به کار گرم باشه کاری بکنه که نمیتونست بشینه فکر بکنه، اندیشمند بشه و بیاد مسائل فلسفی و مسائل ماوراگرایی رو اینا رو مطرح بکنه، سخنرانی های آنچنانی بکنه و شهرت آنچنانی داشته باشه. علتش این بود که پدر بزرگ اینم قاچاقچی تریاک بوده و این، نه پدر بزرگ این، پدر بزرگ زنش قاچاقچی تریاک بوده، این با یک نفر که به قاچاق تریاک رابطه داشته ازدواج کرده، بنابراین زندگی مرفه داشته، وقتی زندگی مرفه داشته تونسته بشینه و فکر بکنه و یک فیلسوف باشه به اصطلاح.
بله، بارها من گفتم که جامعه به طور کلی وقتی مردم فرصت این که، یعنی دنبال لقمه نون هستن، فرصت این که بتونن فکر بکنن بهشون داده نمیشه، اینا همیشه همون کسانی هستن که خیلی راحت میشه گولشون زد، فریبشون داد با رسانه هایی که در آمریکا میلیاردها دلار در انگلیس و آمریکا که هر دوتاشون یکی هن و وابسته هاشون سعودی اینترنشنال و امثاله، در سال میلیون ها دلار، شاید هم میلیارد ها دلار خرج میکنن. اینا عاشق چشم ابروی ما ایرانی ها هستن، این همه دارن راجع به ایران جشن نوروز میگیرن و راجع به حافظ ما صحبت میکنن، راجع به خیام ما تعریف میکنن، عاشق چشم ابروی ما هستن ها، و مردم هم میشینن نار تماشا میکنن، به حرف اینا گوش میکنن، و چون شعور سیاسی ندارن و هیچ وقت بهشون اجازه داده نشده که شعور سیاسی داشته باشن، خیلی راحت اینا رو میتونن بکشن تو خیابونا علیه دولت و بیان و آتیش بزنن، بانک خراب کنن، نمیدونم پمپ بنزین آتیش بزنن، داغون کنن. فقط اونجا نیست، در خود همین آمریکا دیدین، شما بارها دیدین تو ویدیوهاش هست. خوشبختانه امروز این ویدیوها و این چشمای این دوربینا دیگه چشمی شده که هیچ چیزی ازش پنهان نیست. همینجا شما ببینید اومدن رفتن کاخ کنگره رو ریختن توش. چقدر اینجا آدم میکشن، چقدر اینجا میریزن فروشگاه ها رو غارت میکنن، چقدر از این اتفاقا میفته در فرانسه، در انگلیس، در تمام کشورهای اروپایی، همه اینا اتفاق میفته به دلیل اینکه مردم عادی، توده مردم نمیدونن. اگر این چیزها رو مردم بدونن، اگر اینا شعور سیاسیشون بالا بره، که خوشبختانه الان شعور سیاسی ایران داره خیلی خوب بالا میره و خیلی امیدوار کننده است، و امیدوارم که روز به روز مردم دنیا بیدار بشن و این امپراتوری خبیث انگلیس که در حال افول هستش، که آخرین نفساشو داره میکشه، هرچند که هنوزم در لعانت خودش و در جنایات و غارتگری و چفاول هنوز دست بر نداشته و امروز در آبهای چینه، اونجا در نمیدونم آبهای ساحل ونزوئلا هستش و اونجا در آمریکای جنوبی چه کثافتکاریایی میکنه و در خاور میانه که دیگه دائما علیه ایران هر توطئه‌ای که شما بگی هر روز دارن میکنن. امیدوارم که از این که ما ببینیم که قاچاقچی‌های تریاک چه بلایی سر هند و چین و ایران و افغانستان و سایر کشورهای دنیا آوردن، یه مقداری چشمامون رو باز کنیم و دشمن اصلیمون رو بفهمیم. ما کمبودهای مخصوصا ایران رو، کمبودهای ایران رو همش رو نباید از دولت یا حکومت یا خود ایرانی ها تنبلن، نمیدونم فلانن، از این حرفا تلقی بکنیم. باید ببینیم علت اصلیش چیه. علت اصلیش اینه که همین تحریم هایی که گذاشتن، همین تحریم هایی که از اول بوده، همین توطئه هایی که از اول علیه ما کردن، همیشه ما رو به عقب برگردوندن، نگذاشتن که ما نفس راحت بکشیم. اینا عللشه. اگر مردم اینا رو بدونن، که خوشبختانه دارن یواش یواش بیدار میشن و میدونن، دنیای ما دنیای بهتری خواهد شد. حالا همه این حرفاری که زدم، جنبه روشنش هم اینه که چین و ایران و روسیه الان سه تا کشور اصلی هستن، اوریژینالن، یعنی واقعا کشور بودن، ساخته نشدن مثل اردن و این امارات عربی و نمیدونم عربستان سعودی و اینا. اینا رو بعد از جنگ جهانی دوم درست کرد، اینا کشور نبودن. باری این هم یک گفتاری بود با دوستانم کردم که
یه مقداری دیگه اگر تونسته باشم یه روشنگری کرده باشم، اون چیزایی رو که من خوندم یاد گرفتم با دیگران سهیم شده باشم. زیاده روی نمی کنم در گفتار، با شما به درود میگم، شاد و سربلند باشید تا بعد.